عدم اجازه خروج از کشور به سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی زنان ایران بار دیگر زن ستیزی قوانین جمهوری اسلامی ایران را که به نظر فعالین جامعه مدنی مساق بارز نقض حقوق بشر است بار دیگر مطرح کرده است علی امادی گزارش می‌دهد داستان ممنوع خروجی سمیرا زرگری و محروم شدن از همراهی تیم ملی اسکی آلپاین ایران در مسابقات جهانی کورتینای ایتالیا داستان بسیاری از زنان ورزشکاری است که از بعد حادثه اسیر قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی این عضو کادر فنی تیم اعزامی ایران به دلیل مخالفت همسرش یوسف اتفاق نتوانست به رقابت‌های جهانی برود اما سمیرا زرگری اولین زن ممنوع خروج شده ورزش ایران و قربانی قوانین مردانه نیست و آخرینش هم نخواهد بود پیش از این کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال بانوان ایران نیلوفر اردلان و زهرا نعمتی دارنده ی مدال طلای تیراندازی با کمان پارالیمپیک 2016 ریو به دلیل ممنوع خروج شدن توسط شوهرانشان از همراهی تیم ملی در مسابقات جهانی باز ماندن. گذشته از اختلاف خانوادگی اینکه مردان به راحتی و حتی بدون دلیل می توانند همسرانشان را ممنوع خروج کنند و بدتر از آن حمایت قانونی از این بی‌عدالتی به زعم فعالین جامعه مدنی اسارت نیمی از جمعیت ایران توسط نیمی دیگر و مستاق بارز نقض حقوق بشر است. بقیده خیلی ها همچون تونیا ولی عضو سابق تیم ملی شنایی ایران اینکه برخی مردان ایرانی در سرکوب زنان بازوی جمهوری اسلامی شدهاند بخشودنی نیست. زمانی که مردان با صدای بلند طرح می کنند که قانون با من است و قانون جمهوری اسلامی قانون ضد زنیه که با ما نیست قانون با ما با تمامی جمعیت یک کشور نیست بلکه با مردان این جامعه هست و مردانی که حمایت میکنن حامی این قانون هستند در کنار جمهوری اسلامی هستند. آقای اتفاق حتی طرح مطلب کردن و رسانه ای کردن که علت ممنون خروجی شما ناشی از رفتارهای نادرست و گفتار ناشایست و خلاف شان یک ورزشکار به عنوان الگوی زنان ورزشکار با همسرتون این جانب یوسف اتفاق است و وکلای خودشون رو گفتن که بقیه سوال ها رو پاسخگو خواهم بود یعنی به جرأت میشه گفت که مردانی که حمایت کننده جمهوری اسلامی هستند امروز در سرکوب زنان دست بلند کردن و با حمایت قانونی نمیگذارند که زنان نفس بکشند و این تنها برای زنان ورزشکار نیست به نظر من با وجود جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این تق... قوانین تغییر نمیکنه با استاب جهانی نامطلوب ممنوع خروج شدن زنان ورزشکار پیش از اعزامهای های ورزشی مسئولین فدراسیونهای های ورزشی ایران را بران داشته تا به دنبال پیدا کردن راه حلی قانونی برای مستثنا کردن ورزشکاران زن باشد